بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلاق اجمعین و صلات و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب الله العالمین ابل المصطفى محمد صلی الله علیه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنت دائم على اعدائه اجمعين السلام عليك يا عبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الاهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي, علي الحسين و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین شب آشورا هست بزرگترین مصیبت اهل بیت و تمام انبیا و اولیاء الهی است که وجود مقدس ولی از علیه السلام مثل امشب و فردایی مصیبتش و عزایی که داره در اوج هستش و نسبت به کل سال و تمام مسائب بالاترین مصیبت تسلیت عرض میکنیم خدمت وجود و مقدس و نازنین اماممون حضرت ولی از علیه سلات و سلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس هستید خدا را قسم بیدیم به حق امام حسین علیه سلام همه ما رو مشمول لطف و دعای صاحب از امام زمان علیه سلات و سلام قرار بده به برکت سلوات دیگری بر محمد و آل محمد در جلسه قبل عرض شد که یکی از مهمترین و یا نباید گفت یکی از مهمترین مهمترین پیوندی که شیطان و دستگاه ابلیس در صدد این هست که اون پیوند رو از بین ببره پیوند بین مؤمن و امامش هست پیوند بین مؤمنین و ولی خدا هست که اگر این پیوند سست بشه یا از بین بره خدایی نکرده هیچ قرب خدا هیچ رشدی و کمالی برای انسان اتفاق نخواهد افتاد هر رشدی هر کمالی هر تقربی به خدا من متعال اگر هست تو محیط ولایت معصوم اتفاق میفته و زیر پرچم ولی خدا انایت بفرمایید ببینید ما تو آموزه های دینیمون نه فقط اون جمله اون حدیث معروف سلسلت و زهب که همه تون شنیدید از امام رضا که حتی شرط توحید من هستم لا اله الا الله هستی و من دخل هستی امن من عذابی تا اینکه بفرمایید که و به شروطها و انا من شروطها شرط توحید هم امامته یعنی حتی اگر توحید بدون امامت باشه سر از شرک در میاره درسته که مهمترین و محوریترین دستور دین بندگی خداست اما بندگی زیر پرچم معصوم و با هدایت او وگرنه توحید میشه توحید وهابیت میشه توحید عربستان این توحید میشه که با شرک کاملا میسازه میشه توحید داعش که رو پرچمش لا اله الا الله هست اسم پیغمبرم هست اما شما ببینید جنایاتی که انجام دادن و آبرویی که از دین بردن و ضربه‌ای که به مسلمین زدن هیچ کسی دیگری شاید نزد در بعضی از روایات ما داره که اصلا توحید تا اشهد ان علی ولی الله اصلا توحید تا اینجاست هم از امام رضا علیه السلام روایت داریم هم از امام سجاد علیه السلام روایت داریم در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اونجا روایت در شده که شخصی از امام رضا علیه السلام سوال کرد که آقا این آیه قرآن که خدا میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها خدا مردم رو با فطرت الهی خلق کرد این فطرت الهی چیه امام رضا علیه السلام فرمود هیه ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلوات الله و سلام علیه علی ولی الله بعد از اینکه امام رضا این سه جمله رو فرمود فرمود الها هنا التوحید توحید تا اینجاست توحید تا اینجاست دلیلش هم خیلی روشنه دیگه چون اگر کسی خدا رو قبول داشته باشه لا اله الا الله رو بگی ولی نبوت پیغمبر که از طرف خدا منصوب شده رو قبول نداشته باشه معلومه که توحیدش خرابه معلوم که هم از اون اول مشکل داره اگر توحید رو بگه نبوت پیغمبر رو هم قبول داشته باشه ولایت امیر المومنی علیه السلام رو قبول نداشته باشه که از طرف خدا باز نسب شده معلومی که باز توحیدش خرابه توحید یه علفی هست که اگر کسی بگه تا یایش باید بره تا اون آخرش باید بره بنابراین امام رضا فرمود اله ها هنا ات توحید توحید تا علی ولی الله سوال این هستش که چرا ما اینقدر رو امامت و ولایت شیعه اینقدر رو مسئله امامت تکیه میکنه که میگه حتی شرط توحیده که میگه تمام اصول و فروع دین بند به امامت و ولایته چرا انقدر ما تکیه میکنیم روی این مسئله من تو یه جمله عرض میکنم خیلی نمیخوام بپردازم بهش دیشب هم یه مقداری رو خدمت شما بزرگواران عرض کردیم امام در دین نقش قطب نما تو کشتی رو داره شما تو یه کشتی هر چقدر شیک باشه هر چقدر این کشتی مدرن باشه اگه قطب نما نداشته باشه به ساحل نمیرسه اتفاقا چون خیلی مدرن هستش و سرعتش زیاده زود بیشتر از مقصد دور میشه وقتی قطب نما نداشته باشه بیشتر دور میشه دین هم اگر امام رو نداشته باشه که مقصد رو نشون بده اون کسی که خودش تا آخر راه رو رفته اون کسی که مستقیم خدا رو تربیت کرده اون کسی که تمام استعدادهاش به فعلیت رسیده انسان کامله حجت خداست خلیفه و جانشین خدا در زمینه البته جانشین خدا در زمینه یعنی در زمین داره زندگی میکنه و الا جانشین خدا در تمام عوالم وجوده یعنی تو همه عوالم وجود عالم ملائکه عالم جن تمام عوالم هست که او داره کار میکنه و از خدا فیض میگیره و میده خب امام نقش قطب نما داره که اگر نباشه اون دین هر چقدر شیک باشه هر چقدر هم قشنگ قرآن بخونن هر چقدر هم قشنگ فرض کنید مساجدشون رو درست بکنن ولی امام نباشه مثل کشتی است که قطب نما نداره به مقصد نمیرسونه به خدا نمیرسونه کمیل میگه من با امیر علیه السلام داشتیم تو کوچه های کوفه میرفتیم این روایت رو مرحوم محدث قومی در کتاب سفینت البهار آورده میگه داشتیم با امیر المومنین تو کوچه های کوفه میرفتیم یه مرتبه یه صدای قرائت قرآن بسیار زیبایی به گوشم رسید که اصلا دلم رفت اینقدر قشنگ تلاوت میکرد این آیه رو میخون امن ام هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یهزر الاخره و یرجو رحمت ربه کومیل میگه من تو دلم گفتم آفرین عجب قرآنی میخونه تا اینو تو دلم گفتم امیر گفت کومیل وزوز این آدم فریبت نده وزوز این آدم فریبت نده. کومیل میگه من بهتم زد هم از این جهت که امیر المومنین اینقدر سریع اونچه که تو دلم داشت میگذشت او رو گفت هم از این جهت که چقدر قاطع عاقبت اون فردو گفت که اهل جهنمه هیچی نگفتم میدونستم امیر المومنین که حرف بی خود نمیزنه که هیچی نگفتم گذشت بعد از مدتی جنگ با خوارج جنگ نهروان وقتی جنگ تمام شد کومیل میگه من با امیر تو بین کشته داشتیم حرکت میکردیم حضرت رسید به یه جسدی پاشو آهسته زد به اون جسد گفت امن من هو بقانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه کومیل این همونیست که اون شب قرآن میخون قهر جهنم اعلا این همون که اون شب قرآن میخون کومل افتاد به پای امیرالمومنین گفت آقا حقا مرد خدا خودت هستی اول و آخر آدم ها رو میدونی چیه خب ببینید قرآن میخونه خیلی هم قشنگ میخونه مگه این داعشی ها تو سنگراشون بعضا قرآن نبود اما در این حال وقتی که این کشتیش قطب نما نداشته باشه امام حق جلو دارش نیست تمام کارهاش به نفع شیطانه هیچ قربی به سمت خدا نداره من فقط یه نکته ای رو میخوام خدمتون ارز بکنم تو به هر حال این فرصتی که هست و این شب عزیز و این شب با عظمت عنایت بفرمایید برادر بزرگوار خواهر بزرگوار ما باید درکمون از مسئله ولایت و امامت از مسئله ولایت های فردی فراتر بره و به ولایت اجتماعی برسیم توضیحش رو خدمتتون عرض میکنم باید درک شیعه از مرحله ولایت فردی ارتقا پیدا کنه بالا بره به ولایت اجتماعی برسه تا زمین ساز ظهور باشه درود خدا و رحمت خدا بر امام راهلمون که ایشون بعد از انقلاب شیعه رو وارد این مرحله کرد شیعه رو وارد این مرحله که به ولایت اجتماعی برسه که آخرین مرحله قبل از ظهور هست این اتفاق با انقلاب و با اون تعلیمی که امام شیعه رو کرد و اون تربیتی که داشت اتفاق افتاد من توضیحش یه مقدار عرض بکنم خدمتتون ببینید ماها قبل از انقلاب خب بزرگترهایی که تو این مجلس بودن هستن و میدونن شما هم که به هر حال خودتون کم و بیش اطلاع دارید که قبل از انقلاب شکی نیست مردم ما ولایت داشتن خب کشور خودمون خودمون میدونیم دیگه از فضایل اهل بیت میگفتن مجالس بود مجلس عزا که میشد سیاهپوش میکردن و دستجات سینزنی و زنجیرزنی بود ایام جشن که میشد نقل و شیرینی و تاغ نصرت و به هر حال جشت برقرار بود اسم اهل بیت رو رو بچه ها میگذاشتیم دوست داشتیم اهل بیت رو و نسبت به دشمنانشون بغض داشتیم ببینید این این چیزها قبل از انقلاب بود این ولایت ها و محبت ها و ارادت ها به اهل بیت بود اما اینا ولایت فردی بود بود ولی جامعه و سرپرست جامعه تاغوت بود یعنی ماها شیعه بودیم ولایت اهل بیت رو داشتیم ابراز ارادت می کردیم اما اون کسی که سرپرستی می کرد جامعه رو کفر بود یعنی زیر پرچم کفر بودیم ما تمام منافع این کشور به نفع کفر رقم می نقشی که الان عربستان داره که گاب شیرده آمریکا هستش اون موقع ایران داشت اون موقع در رأس این کشور کسی حاکمیت میکرد کرد ولی شیطان که بی مشروب شب نمیتونست بخوابه که به قول علم اگر چشمش میافتاد توی مهمانی خیلی عذر میخوام ازتون اگه به یه خانومی چشمش میافتاد خوشش میومد میگو ما باید براش جور میکردیم هر جور شده یه همچین کسی حاکمیت داشت یعنی ما ولایت فردی داشتیم هر کدومون تو قلبمون ارادت به اهل بیت بود فضایل اهل بیت رو میگفتیم سینه میزدیم اشک میریختیم تو ایام جشنشونم جشن داشتیم ذکر سلوات داشتیم و امثال اینا اما اون کسی که مقدرات اجتماعی ما رو رقم میزد سیاست ما فرهنگ ما اقتصاد ما روابط اجتماعی ما کفر بود امام عظیم و شعن ما اومد به مرکز کفر زد و ولایت رو عوض کرد یعنی ولایت شیطان رو و ولی شیطان رو کنار زد نائب امام زمان علیه السلام که در زمان غیبت حضرت ولی است او حجت هست بر همه مؤمنین نائب امام زمان در رأس قرار گرفت یک کسی که زاهد بود ساده زیست بود یک گناه که هیچی کمتر از گناه تو زندگی امام نبود خدا رحمت کنه آیت الله های عراکی رو رزوان خدا برش این سلمان زمان ما بیش از صد سال عمر کرد این مرجع تقلید باعظمت عظمت ایشون بگفت من هفتاد سال با آقا روح الله حضرت امام گفت هفتاد سال من از جوانی ایشون رو میشتاختم از نوجوانی میشاختم یه مکروه تو زندگیش نبود یه مکروه بعد آی می میگفت اگر ایشون در آشورای ما حسین در کربلا بود هفتاد و دو شهید میشد هفتاد و تا میشد هفتاد و تا قطعا از یاران سید و بود که به شهادت میرسید خب یه همچین کسی اومد در رأس قرار گرفت و شیعه رو ارتقا داد از مرحله ولایت فردی به ولایت اجتماعی که پرچم بلند کنه تو عالم که پرچم بلند کنه که مدیریت رو به دست بگیره که روابط کلان اجتماعی رو به دست بگیره ببینید این نکته نکته بسیار مهمی است و این آخرین مرحله قبل از ظهوره چرا اینو دقت بفرمایید حالا اینکه این مرحله چقدر طول بکشه تا ظهور اون ما نمیدونیم ما وقت نمیتونیم تعیین کنیم برای ظهور که امیدواریم هر چه زودتر باشه ولی آخرین مرحله این مرحله است که شیعه پرچم بلند کنه تو دنیا و به مدیریت اجتماعی و به ولایت اجتماعی برسه از ولایت فردی بیاد بیرون این آخرین مرحله چرا؟ به این خاطر که حضرت ولی از علیه السلام وقتی تشریف میاره میاد چیکار میکنه؟ میاد یه گوشه توی حسینیهی توی مسجدی توی اتاقی یه جا میشینه که مثلا ما بریم جلوش یه سینه زنی بکنیم یه عشقی بریزیم بعد امام زمان نمره بده بگه آفرین بیس ببینید من نمیخوام ارزش عشق و اینا رو بیارم پایین ها ابدا این که فوق است ولی حضرت برای این نمیاد حضرت برای این نمیاد که یه گوشه ای بشینه ما فقط ولایت های فردی رو بریم بهش ارائه بدیم ولایت های فردی محبتمون عشقمون بریم بهش ارائه نه حضرت بیاد مدیریت اجتماعی و ولایت اجتماعی در مقیاس جهانی در مقیاس جهانی خواهد داشت اون کسی که حضرت رو کمک بده تو این زمینه بیس میگیره تو این زمینه یعنی تو اون چیزی که رسالت امام زمانه رسالت امام زمان ولایت و مدیریت جهانه اون کسی که بهش کمک تو این جهت بده بیس میگیره حاج قاسم آقای سلیمانی بیس میگیره که منطقه رو آماده کرد که نیرو درست کرد کسانی رو درست ببینید امام زمان که فقط مال ایران نیست حضرت وقتی تشریف میاره یاران کارازموده از جهت نظامی حالا جهات دیگه هم میخواد یاران کارازموده ای میخواد رزم دیده میخواد که اینا افسرانش باشن خب اینا رو درست کرد تو منطقه هاش قاسم درست کرد این افراد رو این نیروها رو و انقلاب ما درست کرد امام زمان علیه السلام که از ملائکه نمیاره که کارگزاران حکومتش باشن باید نیرو داشته باشه باید مدیر داشته باشه باید مدیر داشته باشه, مدیر داشته باشه. که بتونن کارا رو بگیرن مدیران پاکده مدیرانی که امتحان دادن مدیرانی که خودشون رو نشون دادن و اون مدیران تو این انقلاب تو این دوره ها داره تربیت میشه درسته که همه ای ما دلمون خون هست از اون مدیران بی ای که بعضا اومدن دست تو جیب مردم کردن همه دلمون خون هست که ضربه زدن به این انقلاب اعتماد مردم رو به انقلاب و نظام ضربه زدن که خدا ازشون اصلا نمیگذره این گناه بخشودنی نیست حق الله که نیست که یا استغفر الله بگن تموم بشه بره اعتماد رو وقتی از بین برده دیگه نمیشه برگردون ضربه ای که اون کسانی که زدن نگاه ها رو به سمت قرب به سمت کت خدا بردن این گناه بخشودنی نیست نگاه امام اومد همه نگاه رو به سمت خدا آورد بعضی ها اومدن تو این سالهای گذشته هم و غم این بود که قرب رو برای ما الگو بکنن خب ببینید منظورم این هست که ما در راستای رفتن به سمت ظهوریم که ولایت اجتماعی حضرت در جهان خواهد بود انقلاب ایران و کاری که حضرت امام تو این چهل و دو سال تا حالا کرده و خلف سالش مقام معظم رهبری همین هست که این ولایت اجتماعی شیعه رو دارن جامین دازن این که نیرو تربیت بشه مدیر تربیت بشه افسر تربیت بشه که امام زمان که تشریف بیاره یار داشته باشه حضرت آدم میخواد برای اداره جهان این آخرین مرحله است که در رأس این نظام نائب امام زمان باشه که در همون راستا حرکت بکن همه انقلاب هم مقامش این بود خدا رحمت کنه آیه اسکرولادی رو آیه اسکرولادی که خب کم و بیش همتون میدونید ایشون از جوونی تو انقل... توی مبارزه با رژیم شاه بود با مرحوم نواب صفوی و فدایان اسلام چند سال قبل از دنیا رفت و سه چهار سال قبل از از دنیا رفتنش یه خاطره ای رویشون نقل کرد در قوم اومده بود یه خاطره ای رو نقل کرد که این خاطره رو من خدمت شما عرض میکنم آیا اسکر ولادی میگفتش که من سال چهل و دو حدودن که هنوز امام رو دستگیر نکرده بودن از قوم بیارنش تهران و بعد تبعیدش بکنن یه پیامی رو از مبارزین تهران که علیه شاه مبارزه میکردن یه پیامی رو میبردم قوم برای حضرت امام تو راه که میرفتم فهمیدم تحت تعقیبم سازمان امنیت شاه ساواک منو تعقیب میکنه تو اتوبوس تو کوچه هر جا برمیگشتم میفهمیدم تحت تعقیب هستم خیلی ترسیدم و این ترس من فقط برای شخص خودم نبود بلکه بیشتر به خاطر این بود که اسم 40 50 نفر از مبارزین اون زمان رو من میدونستم میترسیدم اگه منو بگیرن زیر شکنجه اونا رو لو بدم بیشتر ترسم برای این بود با همین استراب و ترس رفتم قوم و رفتم تو منزل امام وقتی وارد شدم حضرت امام اومده بود تو حیات منو که دید که رنگم پریده و مسترب هستم همه چی رو فهمید من آورد تو اتاق برای من چایی آورد حالا احوال کرد یه مقدار منو آرومم کرد بعد امام یه چیزی به من گفت مقصودم اینه امام به من گفتش که آیا ولادی؟ ما میخوایم حرکتی رو شروع بکنیم در ایران که بعد از سی سال پرچم امیر تو این کشور بره بالا سال چهل و دو داشت اینه میگو که بعد از سی سال پرچم امیر تو این کشور بره بالا و این اولین قدم ماست در قدم دوم میخوایم کشورهای اسلامی که زلیلانه زیر چکمه های استعمار دارن دست و پا میزنن از این زلت در بیاریم و به سمت اسلام برگردن اینها این قدم دوم ماست و در قدم سوم جهان که بر تبل کفر رو بی خدایی داره میکوبه به سمت یک ادالت خواهی و معنویت خواهی سوق بدیم تا وقتی این سه قدم رو برداشتیم امام زمان تشیف بیاره اول ایران پرچم امیر و اهل بیت بالا دوم بیداری اسلامی و سوم معنویت خواهی جهانی آیه اسکرولادی کار بسیار بزرگی در پیش داریم شما از الان ترسیدی اگه از الان ترسیری برو کنار کار بسیار بزرگی در پیش داریم کارهای بزرگ سختیاش هم بزرگه اما افتخاراتش هم بزرگه ایرانیان طبق روایات اهل بیت زمین سازان ظهورن کار خیلی سخته خیلی سنگینه طبیعی هستش که دشمن دشمن که دارم میگم واقعا خود ابلیس که اول از همه رسد میکنه که شیعه و مسئله امام شیعه در چه هوسر چه مرحله ای هست که اینو بتونه عقب بندازه و سانیان اون جنود شیطان و لشکریان شیطان من الجن الانس برادر بزرگوار خواهر بزرگوار به والله العظیم شیطان یک موجود تخیلی و سمبولیک نیست یک موجود واقعی نقشه داره طرح و برنامه داره لشکر داره تو بعضی از روایت داره که سران لشکرش کوتاهی بکنن گردن میزنه دائم مشغوله شکی نیستش که انواع و اقسام فشارها بر این مردم میاد درود خدا بر شما مردم درود خدا امام رو یادتون هست میگفت من شهادت میدم پیش خدا که مردم ما از مردم حجاز در زمان پیغمبر بهترن مردم ما از مردم زمان امیر علیه السلام بهترن این همه سختی فشار همه فشار هم از بیرون نیست از نفوزی های داخلی از بی های داخلی از پوک های داخلی همه فشار از بیرون نیست ولی با همه این احوال این مردم پاش سادن راه راهی هستش که بنبست نیست زمین سازی ظهور روایات متعدد از اهل بیت که ایرانیان این کار میکنن قوم سلمان قوم فارس مشرق زمین با این عناوین تو روایات اومده که این کار رو میکنن و این اتفاق داره میفته کاملا داریم میبینیم که شیعه از ولایت فردی به ولایت اجتماعی رسیده کاملا این رو داریم ببین سال 94 جمعی از مردم قوم خدمت مقام آزم رهبری رسیدن 19 دی ایشون یه سوال مطرح کرد ولی جواب نداد جوابش رو باگذار کرد به خود مردم سوالی که آقا مطرح کرد این بود که چرا در قیام ها و نهزت های گذشته ای ایران حداقل حد تو 100 سال قبل 100 150 سال قبل مثل مثلا قیام مشروطه مثل نهزت ملی شدن نفت مثل قیام جنگل میرزا کوچک خان چرا در این نهزت ها و قیام های گذشته ایران با اینکه مطالبه مردم حد اقلی بود خیلی چیزی نمیخواستن نمیخواستن حکومت سرنگون بشه تو مشروطه رو ببینید تو نهزت ملی شدن نفت رو ببینید اصلا حکومت نمیخواستن سرنگون بشه مطالبهشون مثلا تو نهزت ملی شدن نفت این بود که چرا نفت ما رو انگلیس ها باید غارت بکنه؟ نفت سرمایه ملی باید خود بر خود مردم در همین حدا میخواستن در مشروطه میگفتن چرا باید پادشاه قدرت مطلقه داشته باشه و همه کاره باشه قدرت باید تقسیم بشه یه قسمتش رو تقسیم بکنم مجلس قدرت داشته باشه و همینجوری تقسیم قوا و توزیع قوا بشه حکومت و قاجار رو نمیخواستن سرنگون بشه مقام اعظم رهبری سوالشون این بود که چرا در این نهضت ها با اینکه مطالبه مردم حد اقلی بود شکست خوردیم و استبدادی که قبل بود تبدیل شد به یک استبداد خشنتر و بدتر از گذشته اما در نهزت و قیام و انقلاب ایران با اینکه مطالبه با حد اکثری بود ما میخواستیم اصلا رژیم سابق سرنگون بشه و یه حکومت دیگری بیاد مطالبه حد اکثری بود چطور شد که این همه سال الان مثلا چهل و یکی دو چهل دو سال باقیمون این انقلاب ریشه دوان تو منطقه و فراتر از منطقه و ایران شده یک قدرت بزرگ اگر نگیم قدرت اول منطقه قطعا یکی از قدرت های بزرگی که یه طرف موازنه قدرت قرار گرفته حیف که این فشارهای اقتصادی و این مشکلات اقتصادی برادر بزرگوار خواهر بزرگوار نمیگذاره آدم خوب ببینی که به کجا رسیدیم که ایران چه قدرتی شده تو جهان سابقه نداره که یک کسی سربازهای آمریکایی رو بگیره خیلی مزرعت میخوام اونا خودشون از ترس خیس بکنن ابرقدرت اونی نیست که سلاح فقط داره از های پیشرفته داره ابرقدرت اونی نیست که شجاعت استفاده از سلاح را هم داشته باشه اون سربازی که وقتی میگیرنش خودشو خیس میکنه وقتی پهباد فوق پیشرفته 200 میلیون دلاریشون میزنن رئیس جمهورشون فقط تشکر میکنه که اون هواپیمای مسافربری قبل پشتش رو نزدید ممنونیم وقتی پایگاه عین الاسدش رو میزنه مثل موش هیچ نمیگن ابر او ابر این کشوری که به این شکل شد حیف که وضعیت اقتصادی ما به خاطر خیانت ها بی ها نفوذ ها حیف که باعث شده که فشاری بر مردم بیاد که ما نتونیم این دستاورد هامون رو ببینیم و سیاه ها سیاه نمایی و جنگ روانی که الان به خصوص تو شبکه های و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هست آقا سوالشون این بود که چی شد ما موندیم با وجود مطالبه حد اکثری ولی اون قیام ها و نهزت های قبلی نموندن چه عنصری تو این انقلاب بود که تو اون قیام های قبلی نبود؟ آیا مردم نبودن تو نهزت مشروطه و مثلا تو نهزت های قبلی؟ مردم که بودن؟ مسلمان نبودن مسلمان که بودن علما نبودن علما که بودن تو مشروط علما هم بودن چی و چه عنصری تو این انقلاب بود که در گذشته نبود که موند پا و ریشه دوانید بدون شک عنصر ولایت بود در گذشته این عنصر که مردم دور ولی خدا جمع بشن او رو محور قرار بدن حرفش رو فصل الخطاب بدونن نبود اختلاف بود ولو علما بودن ولو مردم بودن اما یک محور نبود وقتی شیعه بعد از انقلاب رسید به ولایت اجتماعی حول محور ولی خدا جمع شدن او رو به عنوان نائب امام زمان قرار دادن و این نگه داشت تردید داریم تو این اونایی که سیر انقلاب رو از اول یادتون هست هشت سال جنگ جهانی علیه ما بود هشت سال جنگ جهانی علیه ما بود هیچی هم ما نداشتیم اون موقع فتنه هایی تو این کشور اتفاق افتاد که یکیش کافی بود یه حکومت رو ساقط بکنه سال 78 سال 88 سال 98 فتنه هایی که اتفاق افتاد که بعضی از این انقلاب های مخملی که تو این کشورهای بلوک شرق اتفاق افتاد باعث سرنگونی اونا شد این انقلاب پا موند جامون انقلاب اونایی که بزرگتر هستن یادشونه یک بار تمام مسئولین کشور رفتن یعنی رئیس جمهور شهید شد شهید رجایی نخست وزیر شهید شد رئیس قوه قضایی شهید بهشتی شهید شد دو نفر نماینده های مجلس شهید شدند سران نظامی کشور شهید شدند یعنی یک دور همه رفتن اما انقلاب باز بون چی بود که موند چون اون نخ تسبیحی که همه رو منسجم کرده بود و نگه داشته بود که ما با عنوان ولی فقیه میدونیمش او بود او نگه داشت نائب امام زمان بود مردم او رو میدیدن از او امید میگرفتن حرفش رو گوش میکردن تمام این توطعه ها و فشارها رو رد کردیم به والله العظیم قسم بعدش هم همینجور خواهد بود اگر همین فرمون بریم جلو نسبت به آقا دارم عرض میکنم ما اگر همین فرمون شیعیانش برن جلو و نائب امام زمان علیه السلام رو تنها نگذارن که شما هیچ موقع این کار رو نکردی. ارز کردم شیطان این نقطه رو رسد میکنه که شیعه رسیده به ولایت اجتماعی این خیلی خطره برای شیطان چون قدرت درست کرده تو جهان ببینید شما زربین رو دیدید دیگه زربین نورای پراکنده رو جمع میکنه متمرکز میکنه کانون میده این نوری که زربین ازش میاد بیرون از اون کانون میاد بیرون قدرت داره شما اگه به یه کاغذ بگیرید میسوزونه نورهای پراکنده نمیتونست اون قدرت رو داشته باشه که کاغذ رو بسوزونه اما زربین اومد اینها رو تجمیع کرد متمرکز کرد قدرت درست کرد و تونست این چنین اثر بگذاره تو بیرون ولی خدا اینه نورهای پراکنده رو جمع میکنه شیعیانی که خودشون اگه به خودشون بود با های فردی قدرتی نداشتن اینها رو جمع میکنه حول محور ولایت کانون میده و اون وقت قدرت درست میکنه و تأثیر گذار تو جهان خواهد بود و ظلم رو میسوزونه با ظلم مبارزه میکنه از این جهت هستش که خب شیطان نمیگذاره این اتفاق بیفته نمیخواد این اتفاق بیفته سفیر انگلیس وقتی وارد عراق شد اولین بارش بود که توی کشور اسلامی اومده بود موقع ظهر بود یه مرتبه صدای اذان شنید تو کوچه ها داشت میرفت صدای اذان شنید ترسید این صدا بلند شده از جاهای مختلف داره این صدا میاد از اون مترجم عراقیش سوال کردش که این چیه این صدا چیه اون مترجم گفتش که این صدای اذان هست که مسلمان ها در یک زمان هایی که میخوان جمع بشن مردم برای عبادت اینجوری مردم رو خبر میکنن که جمع بشن اون سفیر گفتش که برای دولت بریتانیا هم ضرری داره اون سفیر اون مترجم عراقی گفت نه کاری به شما نداری که به هر حال بیان نمازشون رو میخونم میره خونشون گفت پس تا صبح از اون بگه او ترسی برای شیطان نیست نداره عبادت فردی ترس نمیاره این که شیعه جمع بشن حول محور ولایت و قدرت درست کنن ترس داره میرزای شیرازی رزوان خدا برش مرحوم میرزای شیرازی وقتی که اون حکم معروف رو تو فتوای تنباکو حالا فتوا که حکم بود حکم تنباکو رو صادر کرد و اون قرارداد ننگین رژی که زمان ناصر الدین شاه ناصر شاه با کمپانی رژی که در واقع با انگلستان بسته بود و سرمایه ایران که توتون و تنباکو بود رو به حراج گذاشته بود و در اختیار انگلیس ها قرار داده بود میرزا شیرازی یه خط حکم نوشت که امروز استعمال توتون و تنباکو استعمال دخانیات در حکم جنگ با امام زمانه مردم ایران دیگه هیچ استفاده نکردن هیچ از توتون و تنباکو و قلیون و امسا همه رو زدن شکستن و انداختن دور اون کمپانی انگلیسی بر شد مردم دیگه نمیبادن ازش بخرن و اون قرارداد فسخ شد یه پیروزی بزرگی برای مسلمین به دست اومد برای مؤمنین به دست اومد تو سامر را که میرزا شیرازی بود مردم میرفتن برای تبریک گفتن به ایشون که یه جشنی است که امروز پیروزی مؤمنین هست در ایران دیدن میرزای شیرازی خیلی مغموم نشسته خیلی پکر نشسته گفتن آقا امروز روز جشن روز پیروزی شما چرا اینجوری نشستی ایشون فرمود که من قسم از اینه که از این به بعد دشمن اون مرکز سقل شیعه رو شناخته از این به بعد زعامت و مرجعیت رو میزنن حالا این بالا اون زمانی بود که هنوز شیعه پرچم بلند نکرده بود الان که پرچم بلند کرده قطعا میزنن قطعا مقابله میکنن خوش حال اون کسی که من المؤمنین رجال صدق ما آهد الله علیه فمن هم من غذا نهبه و من هم من ینتظر که اون رو اون عهدش با خدا و اولیاء خدا و ایساد بعضیشون شهید شدن بعضیشون هنوز منتظر هستن و همون مسیر رو ادامه میدن خوش به حالشون که بر عهدشون استادن با شهدامون با امام راهلمون استادن ایستادگی بر عهد من برحال این شبی است که خود من هستم حالا شب شاید توفیق نداشته باشم فرد شب خدمت آقا هستیم که فرد شب بنده خدمتون باشم اجازه میخوام حالا از سید بزرگوارمون عزیزمون هم یه چند دقیقه دیگه آخرین جلسه است و حساس در این شب تو شبهای سال هست یه قضیه رو خدمتون عرض بکنم شاید خیلی از شما دوستان تو کلیپ ها و اینا شنیده باشید اما به بنده اجازه بدید که شاید یه جمعی امشب اومدن که نشنیدن و او خیلی به دردشون میخوره. اونایی هم که شنیدن یه بار دیگه بشنون چیز بدی نیست قضیه است که عرض میکنم بحث من تمام من این قضیه رو از یکی از علمای بزرگوار مشهد از زبان او دارم نقل میکنم که ایشون از زبان یه راننده کامیونی که اگه الان زنده باشه حدود شاید 90 سالش یعنی سنش باید بالا باشه اگه زنده باشه این راننده کامیون میگفت من حدود 50 سال پیش حدود پنجاه سال پیش بار زده بودم از مق... مشهد به مقصد یکی از شهرهای دور هوا بسیار خراب سرد طوفان بوران برف تو جاده با این وضع من حدود 100 کیلومتر از مشهد دور شدم تو جاده داشتم میرفتم ماشین خوب کار نمیکرد میفهمیدم موتور ماشین ریپ میزنه خوب کار نمیکنه یه جایی کنار زدم که به هر حال ببینم چی هستش یه چند لحظه که ایستادم دیدم یه پتو پتی کرد ماشین خاموش شد ماشین خاموش شد اول خیلی نگران نشدم چون خودم از جهت فنی وارد بودم پریدم پایین کاپوتو زدم بالا ها. به هر جایی از موتور که گمانم این بود که خرابی مال اوه ور رفتم دیدم درست نشد دیدم چه بیچارگی پیش اومد تو این وضعیت خدا میخواست یه چیزی بهش بده هیچ کسی هم نبود کمک ازش بخوام تردد ماشین دیگه تو جاده قطع شده بود هوا انقدر خراب بود اصلا نمیشد دید رفتم تو ماشین نشستم تو اتاق که ماشین نشستم یکی دو ساعت که نشستم یواش یواش به سمت غروب داشت میرفت به خودم گفتم تا زنده ای پاشو کاری بکن اگه به شب بخوری قطعا اینجا یخ زدی باز رفتم پایین به هر جایی از موتور که میتونستم ور رفتم میومدم استارت میزدم میدم روشن نمیشه <applause> اومدم تو اتاق که ماشین نشستم که سرماش دست کمی از بیرون نداشت فقط برف توش نمیومد. نشستم یه مقدار که نشستم دیدم داره خوابم میبره میدونستم خواب نیست دست و کرخ شده بود اصلا داشتم از حال میرفتم سست شده بودم و میفهمیدم این مقدمه این مرگه این مقدمه این مرگه چون اگه از حال میرفتم یخ میزدم تو ذهنم صورت زن و بچه می اومد. که دیگه نمیبینم اشون دیگه آخرین بار بوده که دیدمشون اشون دیگه نمیبینم خجالت میکشیدم با خدا حرف بزنم چون نماز رامو درست نمیخوندم گاهی موقع میخوندم گای, مقا می خوندم، گای مقا نمی نمیخوندم و یه معصیتی تو زندگی بود بهش عادت داشتم به اون معصیت عادت داشتم برای همینم هم خجالت میکشتم با خدا حرف بزنم یه مرتبه حرف یک واعظی که به گوشم خورده بود یادم افتاد که یه واعظی میگفت اگر یک جایی بیچاره شدید بگید یا صاحب از زمان ادرکنی یا صاحب از زمان اقسنی برادر بزرگوار خواهر بزرگوار این دو جمله تو ذهنتون باشه یه جا به دردتون میخوره یا صاحب از زمان ادرکنی یا صاحب از زمان اقسنی به فریادم برس گفتم مولا جان کار از دست من در رفته خودت کمکم کن میگه خدا رو شاهد میگیرم تو اون هوایی که دیگه گرگومی شده بود به سمت غروب داشت میرفت تو برف دیدم یه نفر داره میاد آچار تو دستشه اول خیال کردم که او هم ماشینش خراب شده اومده مثلا کمک بخواد اومد کنار ماشین من من یه مقداری شیشه رو دادم پایین ببینم چی میگه سلام کرد سلام علیکم گفتم سلام گفت چیزی شده مفصل براش گفتم که چی شده گفت نگران نباش من یه دستی به ماشینت میزنم بهت گفتم استارت بزن بزن بهت گفتم استارت بزن بزن من یه چیزی رو عرض بکنم فراموش کردم این آقا میگه همون موقعی که به امام زمان داشتم توسل میکردم تو دلم با خدا یه عهد بستم که خدایا به عزت و جلالت قسم به عظمتت قسم که اگه از این مخمسه نجات پیدا بکنم نمازامو دیگه درست بخونم که نمیخوندم درست حسابی و اون معصیتی که تو زندگی عادت دارم بذارم کنار عهد میبندم با تو حضرت گفت من میرم اون فرد که امام زمان هم بود گفت من که نمیشناختم گفت میرم یه دستی به ماشینت میزنم گفتم استارت بزن بزن بگی دیدم این رفت جلوی ماشین هر چی دقت کردم به جایی از موتور ور نرفت همون دستش خورده بود به ماشین گفت بزن استارت زدم دیدم روشن شد تو ذهنم اومد که چه فایده هوایی به این خرابی و ماشین این به این خرابی دو قدم اون طرفتر باز ما رو میذاره او گفت خیالت راحت باشه تا خونه میرسونتت بهش گفتم که چش بود ماشین مشکلش چی بود من خودم از جهت فنی واردم نتونستم ماشین رو بندازم انصافا تو تونستی چیش بود او هرچی بود تموم شد دیگه گفتم خب بریم کمک بدیم ماشین شما رو بندازیم گفت ممنونم احتیاجی نیست به کمک شما من پول تو جیبم زیاد بود گفتم هر چقدر پولش میشه بهتون میدم تو جان منو نجات دادی گفت ممنونم به پول شما احتیاج ندارم گفتم آخه این که نمیشه نه به کمک ما احتیاج داری نه به پول ما احتیاج داری این که نامردی من اینجا راحت بکنم برم حالا این حرفا رو که من میزدم من تو اتاقه که ماشین نشسته بودم او تو برف وایساده بود نه عجله میکرد نه عصبانی میشد که چرا اون تو نشستی بی پایین ابدا بهش گفتم این که نامردی من اینجا ولد بکنم برم یه لبخندی زد گفت فرق مرد با نامرد چیه فرق مرد با نامرد چیه گفتم راننده ای که مرده اگر کسی بهش خدمتی بکنه تلافی میکنه اما شوفری که نامرده اگر کسی بهش احسان بکنه اصلا انگار نه انگار میره من نمیگم خیلی مردم ولی نامردم نیستم او با همون لبخندش گفت اگر میخوای به ما کمک بکنی به همون عهدت عمل کن به همون عهدت عمل کن گفتم کدوم عهد و همون عهدی که نمازاتو دیگه اول وقت بخونی اون معصیتی و که تو زندگی بهش عادت داری بذاری کنار این راننده کامیون میگه من یه مرتبه گفتم خدای اون عهدو که من تو دلم بستم به کسی نگفتم فهمیدم خدمت همونی هستم که استقاسه میکردم و ازش کمک میخوام خدمت حضرت هستم خواستم در رو باز کنم خودمو به دست و پاش بندازم حلالیت به طلبم که آقا من انقدر معرفت نداشتم که حتی بیام پایین تو تو برف وایسادی و کار من رو راه انداختی در رو باز کردم به ثانیه نکشید خدا من انداختم پایین دیدم نیست شروع کردم دور ماشین چرخیدن و دنبالش گشتن دیدم نیست این طرف اون طرف سوار ماشینی شدم که او را انداخته و تو جاده اومدم ولی دیگه مگه عشق اجازه میداد من جاده رو ببینم که صاحب زمان مگه ما چیکار کردیم کی هستیم که تو هی میاد دست رو سرمون میکشی هی میای کمک بهمون به می ده. من که جز این که دل شما رو خون کنم که کاری نکردم که با گریه می اومدم و با عشق اومدم تو شهرمون بار رو خالی کردم رفتم خونه به و بچه همه رو جمع کردم گفتم خانم بچه ها از این به بعد زندگی ما یه جوری دیگه است نمازها اول وقت با آدمای لاابالی هم رفت آمد نمیکنیم خانم شما هم حجاب تو قرص محکم نگه ده. خانوم به من, من, من گفتش که بابا ما از خدامون اینجوری باشیم تو تا حالا اینجوری نبودی که ما اینجوری نبودیم ما از خدامون اینجوری باشیم ایشون میگه دیگه از اون به بعد به برکت امام زمان و عهدی که با او بستم زندگیم جور دیگری شد امشب با امام حسین عهد بندیم که اقا ما رفقای شمایم. جان مادرت کمکمون کن بتونیم جوری باشیم که امام زمان دلش خون نشه جان مادرت کمکمون کن طوری باشیم که حضرت هر موقع نگاهمون بکنه لبخند به لبش بیاد و دعامون بکنه او که همیشه دعا میکنه ولی لبخند به لبش بیاد شب آشورا هست امام حسین علیه السلام یه جا تنهای تنها شد یعنی رو نگاه کردید هیچکی نیست میدونید کی؟ اون موقعی که از الغمه برگشت اون موقعی که آخرین سربازش که خودش به تنهایی یک لشکر بود اول اونجا جا گذاشت وقتی اومد چهرش شکسته بود بان الانکسار فی وجه الحسین کسی با امام حسین حرف نمیزد میدیدن چهره آقا مغمومه دیدن امام حسین علیه السلام خودش رفت به سمت خیمه اول ستون خیمه رو کشید خیمه افتاد تا خیمه افتاد زینب کبرا دستش رو سرش گذاشت گفت وازی اتا اسیری مشروش شد آن از اسیری اسیری شروع شد ابا عبدالله خدا کرد من دیگه اینجا رو جزئیاتو نمیگم خدا رو با بچه هاش کرد با خاندانش کرد با خواهرش گفت خواهرم تا وقتی من زنده هستم کسی از خیمه ها بیرون نیاد تا وقتی من زنده هستم بچه ها تو خیمه باشم غیرت ما موسیقی اجازه نمیداد حال تا وقتی هست ابا عبدالله علیه السلام وقتی که خواست بره یه مرتبه اینو تو مقاتل متأخر نوشتن تو منابع قدیمی نیست یه چند قدم که رفتید یه صدا از پشت میاد مهلا مهلا یبن زهرا زینب کبرا بود که طاقت نیاورد که آخرین ودا رو با برادرش بکن ابا عبدالله همونجور که رو اسب نشسته بود دیگه پایین نیومد همینجور خم شد خواهرش رو بغل کرد اینجا بود که زینب کبرا زیر گلوی امام حسین علیه السلام رو بوسید اینجا بود که زیر گلوی امام حسین رو بوسید این یک بوسه بود که این خواهر زد اما روز یازدهمی هم بود که وقتی خواستن از گودال قتلگاه و رو عبور بدن زینب کبرا رو این پیکر له شده افتاده بود لبهاش رو گذاشت به گردن امام حسین علیه السلام ولی این دفعه دیگه بدون سر ولی این دفعه دیگه بدون سر اونجا رو بوسید خدایا به آبروی سید الشهدا و خاندانش قسمت بیدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما سلوات عنایت بفرمای.